بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حضور همه هموطنان عزیز و گرامی که فعلا پای تلویزیون های خود نشستن و برنامه وزین اسرار معرفت رو تماشا میکنن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که در هر جای از دنیا که هستین صحت و عافیت و سلامت باشین. از همکارای عزیز یک بار دیگه سپاسگزاری میکنم که برای ما این موقع مساعد ساختن که تا با شما اندکی درد دل داشته باشیم. مطالب را که امروز ما خدمت شما برگزیدیم شرح یک بخش از شعر حضرت اقبال رحمت الله علیه است، از کتاب کلیات فارسی اقبال. اگر شما دیده باشین، خطاب به جاوید یا سخنی به نژاد نو است و در بخش دوم میکانیزم ای که تفکر و ذکر چگونه در عمل انسان اثر میگذاره و رو منقلب میسازه، هم از نظر عرفای اسلام و همچنان مفاهیم شکر و کفر که از تفکر چگونه در بیم خدمت شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم تا لحظاتی که با ما هستین خسته نشین از پروگرام ما. بسم الله الرحمن الرحیم، نحن بنصلی علی رسول الکریم و بعد. خطاب به جاوید، سخنی به نژاد نو. جاوید اقبال سر علامه اقبال مرحوم است که حضرت اقبال او را مخاطب می سازه و به نسل جدید یا نسل جوان نو پیام داره از جانب خود انجلشون و ایره در قالب شعر بیان کرده که جستاو کنده خدمت شما تا جای امکانات علمی و معنوی به شما به عرض میرسانیم. حضرت اقبال صاحب، شما میفهمین که یک انسان رسالتمند است، یعنی بعد از ختم نبوت که دیگه نبی یا پیغمبری ظهور نمی کند، ولی امی اولیای خداوند هستن که بعضی اینها صاحب یک مکتب فکری می باشن، از جمله مولانای روم مثلا حضرت علامه اقبال و حضرت علامه آصف فیضانی. اینا رسالتمندان اولیای رسالتمند خداوند هستند که برای دعوت الله به طرف بشر و بشریت برگزیده شدند. به این ترتیب حضرت اقبال صاحب که خودش هم در جای گفته که من از دوست پیامی دارم، یعنی از حضرت دوست منظورش خداوند جلشون هست، پیامی که دارم پیامش ای است که یک نوع بیداری در امت مسلمه و در نوع انسان در جهان بشریت ایجاد کنند. می فرماید که برای نژاد نو یا نسل جدید که در ابتدا از کجا باید اصلاحگری آغاز شود،
اولین درس اسلام شما بهتر میفهمید که توحید است و توحید را حضرت علامه اقبال در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله قسمی بیان میکنه که تمام ابعاد زندگی انسان را در بر میگیره و متاثر میسازه. شما میفهمید که کلمه لا اله الا الله دارای دو بخش است، بخش اولش نفیه، بخش دومش اثبات. نفیه به این معنی که یعنی هر نوع معبودهای باطنی که در قلب ما حیثیت یک معبود را به خود بگیره و باعث فراموشی معبود حقیقی یا الله جل اسمته شود، او معبودها باید نفی شود. و در بخش دوم که الله است به اثبات برسه. زیادتر در بخش های تفکر که دوستان ما یا خود ما در اینجا خدمت شما به عرض میرسانیم، اثبات همین دو حرف لا اله است که ما جمال و کمال خدا جل شکر در تمام اجزای هستی بیان میکنیم. این خودش نوع اثبات است، یعنی خدای واحد و یگانه را و تصرفش مدخلیتش در تمام نظام هستی از طریق اندیشه های این بزرگمردا بیان میکنه خدمت شما. و که چگونه در انسان یعنی اگر انقلاب اندرونی را ایجاد میکنه و شرطی که انسان پیگیری داشته باشه و این تفکرات را پیگیری کنه و خودش یک انسان متفکر شود، تفکر کنه، من یقین دارم که از نظر ایمانی و روحی و معنوی یک تغییر فاحش در انسان وجود می آید. اقبال صاحب می فرماید که ای پسر ذوق نگاه از من بگیر. اقبال ذوق نگاه یعنی دیدن، تماشا، مشاهده از کجا گرفته؟ از تعلیمات وحیانی یا از قرآن عظیم شان گرفته. میگه این تعلیم را میخواد که بر نسل جدید عرضه کنه. ای پسر ذوق نگاه از من بگیر، سوختن دار در لا اله از من بگیر. یعنی در خود کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله، در این کلمه سوختن، مفاهیم عمیق‌ترین مفاهیم این کلمه مبارک را درک کردن، یعنی خود را ذوق کردن یا سوختاندن است. لا اله گویی، بگو از روی جان. حالا که لا اله میگیم، ما از القوم پایین نمیگیم، بلکه از القوم به بالا آواز میبریم، چون اثرات شما در اندرون خود نمیبینیم. وقتی که لا اله الا الله میگیم، در این صورت باید یک تغییر در اندرون ما ایجاد کنه. چرا؟ این کلمه حامل یک انرژی معنوی، یک نوری است که تمام صفات رذیله را در اندرون انسان شستشو میده. به این دلیل است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که برای هر چیز یک نوع صیقل است و برای قلب انسان هم یک نوع صیقل است که صیقل ذکر خداوند جل شانه است. و این صیقل امراض معنوی را که خداوند جل شانه در قرآن عظیم شان به نام فی قلوبهم مرضان گفته، یعنی در قلبهاشون مرض است. چی مرض؟ مرض نفاق است و شقاق است و غیبت است و دروغ است، شیطنت است، هواهای نفسانی است، هر چی که است، نشنالیزم است یا استثمار است و استعمار است. این رضایل همیشه شستشو میده. وقتی که این کلمه اثر نمیگذاره، طبیعی مناظر میده که از عین جان خود نگفته این کلمه را. لا اله گویی، بگو از روی جان، تا زندام تو آید بوی جان. یعنی از تمام وجود تو، از تمام اندام تو، از سخنان تو بوی جان بیاید، یعنی بوی روح بیاید. خود کلام تو یک نوع روح داشته باشه، یعنی حمل تو یک نوع روح داشته باشه. مهرمه گردد سوز لا اله. این از برکت این کلمه مبارک لا اله الا الله است. رکن اول یعنی توحید است که آفتاب و مهتاب چرخش است. دیدم این سوز را در کوه و کاه. حضرت اقبال با او فراست معنوی و او تفکر قرآنی که میکنه، سوز لا اله را در تمام موجودات هستی میبینه و این مبالغه نیست. چرا؟ خدا جل شانه این مطلب را داره. آیات عدیدی از قرآن عظیم شان گفته که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و تسبیح به پاکی یاد میکنه آنچه در آسمان و زمین است خداوند. ولی او فراست کار داره که ما فراست معنوی یا بصیرت معنوی کار داره که ما ببینیم که یک سنگ چطور تسبیح خدا رو میگه، یک درخت چطور تسبیح خدا رو میگه. البته قرآن کلام خداست، معجزه پیغمبر صلی الله علیه و آله است و کلام قرآن نوز بلا دروغ نیست. این دو حرف لا اله گفتار نیست، این صرف یک دو حرف لا اله نیست، این گفتار نیست. لا اله جز تیغ بزنهار نیست. لا اله وقتی که ما میگیم از عین جان، این مثل تیغ است که از او تیغ امان نصیب کس نمیشه،
یعنی به هر جای که ضرب لا اله بیفته هر نوع معبود باطل باید نابود بسازن. زیستن باسوز او قهاری است. قهاری یک صفت خدا جلشونو قهار جل جلشونو است، یعنی به معنی پیروز و غالب چیره شونده، یعنی یک نیروی موفق نیروهای بشری و دیگر مخلوقات عالم، موفق جهان که موفق نیروهای جهان است و هر نوع پدیده سرکش را مقهور خود می سازه و تسلیم خود می سازه. خلاصه این قهاری در بطن خود دو حرف لا اله نهفته است. زیستن با سوز او قهاری است. لا اله ضرب است و ضرب کاری است. اگر این مفاهیم را ما در عمق جان خود جا به جا بسازیم و روح خود با این مفاهیم تغذیه کنیم، وقتی که لا اله میگیم او لا اله تا گفتن لا اله یک فرد عام بسیار تفاوت می داشته باشه. میتونه که لا اله دریا را دونیم کنه، مثل که حضرت موسی علیه السلام دریای نیل را دونیم کرد. اقبال سپرد نصر جهان میگه مؤمن و پیش کسان بستن نتاق. تو مؤمن هستی یعنی مسلمان هستی، مگر پیش دیگرا کسان، یعنی پیش دیگرا پیش غیر خدا کمر همت بستی، کمر خدمت بستی، بردگی شما میکنی، غلامی شما میکنی، که امروزی صحنه را ما شما به چشم سر در کشور خود ما میبینیم که سران دولتی همه به مو دغل که ناتو و یا جهان غرب نواخته میره اونا میرخصن و دیگر کشورهای اسلامی همچنان که از این چیز خالی نیست. مؤمن و غداری و فقر و نفاق، انسان مؤمن با غداری و فقر و نفاق جور نمی هرگز. مؤمن یک صفت بسیار متعالی است، بسیار بلند، بسیار پاک و مقدس است. با پشیز دین و ملت را فروخت. پشیزی مثل یک شازاپولی که ما شما میگیم، یک شستم حصه در هم را پشیز میگن. با پشیز دین و ملت را فروخت. شما ببینید که در جهان اسلام بسیار زیاد است علمای دین، بسیار مفسرین کرام زیاد است، اما کجاست تو روح انقلاب بری گروهی قشر عالم دین؟ با پشیز دین و ملت را فروخت. سیاستمدار ملت را فروخت و متعالیان دین دین را فروختن. همتای خانه و هم خانه سوخت. همتای خانه یعنی اون سرمایه ملی را که ما داشتیم در کشور خود، اون منابع طبیعی را چی در گذشته و چی در حال استخراج کردن هستن و غربی ها آورده میرن بدیم، مردم ما خبر نداره، نه نسل جوان نسل کنن. و هم خانه سوخت. خانه افغانستان ما بود، کشور اسلامی بود که همیشه ساختاندن. لا اله اندر نمازش بود نیست. او مسلمان صدر اسلام که بود، او سوز لا اله الا الله در نمازش بود. نماز او تا نماز ما بسیار فرق داشت. تعریف حضرت علی رضی الله عنه رو میکنم که میگه وقتی به نماز استاده میشد، زخمی که خورده بود تیرش در وقت نماز از پایش میکشیدن او نمیفهمید، احساس نمیکرد، یعنی در حالت فنای فی الله میرفت که از خود به خود میشد، نماز خود انجام میداد مردم تیر از پایش میکشید. و یا اوایس قرنی رحمت الله میگه که حضور چیزی است که اگر تو نماز بخونی در کنار جای نمازت کدام تیر نواخته شد تو رو نبینی، یه قدر حضور خدا انجامشون برو مستولی شد. یعنی وقتی که ما لا اله الا الله را در خود پخته میکنیم، حضور خدا تمام وجود ما را، تمام هستی ما را فرا میگیره و ما خود را در حضور خدا انجامشون احساس میکنیم. لا اله اندر نمازش بود نیست، حال او سوز او درد نیست، نازها اندر نیازش بود نیست. اون نیازی که انسان به بارگاه خدا انجلشون رو میکرد، یک نوع استغنا برش ایجاد میکرد، استغنا از غیر و انسان را به خداوند نیازمند میساخت و این حالت هم از او ناز نیاز مسلمین گرفته شده. نور در صوم و صلات او نماند. او نور یا روح که وارد از حضور خدا انجلشون رو است در نمازش باقی نماند. نماز صرف یک نوع فرهنگ دینی است در مسجد یا در هر جنجا میکنه، یعنی ممنون فیض و برکات نماز را که تنها عن الفحشاء و منکر است، یعنی انسان منع میکنه از فحشاء و منکرات، او روح هنوز فعلا در صوم و صلات مسلمان نمانده. جلوه در کائنات او نمانده. در دنیایی که
مسلمان برای خود در اندرون نفر تراشیده، در این دنیای ازی اتو یک تجلی خدا، تجلی نور خدا وجود نداره. آن که بود الله او را ساز برگ، او مسلمانه که همه دار و ندارش صرف الله بود، صرف خدا بود. فتنه او حب مال و ترس و مرگ، آنه فتنه او دوستی مال دنیا و ترس از مرگ شده. همه که در فرار هستند کجا میره؟ از مرگ میکریزم، از مرگ فرار میکنیم. و یه وضعی که در خاک خود باشیم و در مقابل دشمنای اسلام و وطن برزمیم. رفت از او آن مستی و ذوق و سرور، او ذوق و سرور که انسان در رای الهی کلمت الله با شرق و غرب برای جهاد میرفت، او ذوق و سرور از سینه مسلمان رفت. دین او اندر کتاب او بگور، دینش در کتاب مانده، در قرآن مانده، در احادیث شریف مانده، ولی خودش در گور از دنیا دفن است. تا جهاد و حج نماند از واجبات، وقتی که مسلمان جهاد و حج را، جهاد یعنی هر نوع جهد و تلاش در رای الهی کلمت الله، در رای پیشبرد امور دین، جهاد است یا سعی است و تلاش است که تا جهاد و حج را به صفت واجب یا فرایز مردم فکر نکنند. رفت جان از پیکر صوم و صلات، و او جان یعنی روح از پیکر روزه مسلمان هم رفت، روزان بی روح است، بی نمک است و صلات و نماز شد کدام اثر ندارد، تغییر در وجود انسان استعمال ایجاد نمی کند. اولمود همون گونه که ما شما یک سلسله دواها داریم برای علاج بیماری های جسمانی خود، ای عبادات اسلامی انواع ادویجات معنوی هستند برای علاج بیماری های معنوی ما شما، که فی قلوب هم مرضان خدا انجالشون در سوره بقره گفتم. نیرابطه روح چون رفت از صلات و از سیام، فرد ناهموار و ملت به نظام. وقتی که امو روح از عبادات مثل صلات یا نماز و سیام یا روزه رفت، فرد ناهموار، یعنی یک نوع بیتفاقی، یک نوع متلاشی شدن، یک نوع پراکندگی میان امت مسلمه با وجود آمد. گیره حضرت علامه صاحب فیضانی یا مثلا اقبال صاحب 60 سال پیش یا 70 سال پیش یا 100 سال پیش پیشگویی کرده بودن. امروز ما ایره تا چشم سر میبینیم که کشورهای اسلامی همه چنان متلاشی شدن که یک نوع رهبری واحد در یک کشور اسلامی وجود نداره که به طرف یک سعادت دنیایی و آخروی ما را سوق بده، و هرچی که بیگانگان برشان دکته میکنن مطابق از امو اول میکنن. سینه ها از ملت به نظام، نظم جامعه هم از بین رفت. اگر شریعت به صورت قانون در یک جامعه اسلامی پشتوانه داشته باشه و تطبیق شود، چرا در میان ملت به نظمی ایجاد شود؟ سینه ها از گرمی قرآن تهی، قرآن در تاق بلند به تاق نسیان سپرده شده و دیگر استفاده انسان مسلمان نمی کند. در مساجد بزرگای ما جوانا طفلا قرآن را می خوانند بی معنا، بی مفهوم. اما قدر کسی فکر نمی کند که آیا این پیام چی است، چی گفته خدا آنجا شما، الحمدلله رب العالمین، چی مانا می دهد، یا کنود یا کنستین، چرا استعانت خدا آنجا شما شامل حال ما نیست، چرا صدای ما را خدا نمی شنود. سینه ها از گرمی قرآن دهی، از چنین مردان چه امیدی بهی، بخصوص مردان بر سطح رهبری جامعه قرار داشته باشند مثل امروز در جامعه اسلامی و خصوص کشور خود ما، که اینا سینه هایشون از قرآن تهی است، از تعلیمات الهی تهی است. کشور ما به دکترا و دیپلمات ها و اینا اونقدر نیاز نداره که به یک زعیم نیاز داره. اگر در پلوی زعامتش یک حالت معنوی یا ایمانی هم داشته باشه، در اون صورت است که ما میتونیم یک امید بهی داشته باشیم از اونا. از خودی مرد مسلمان درگذشت، خود نشناخت انسان مسلمان، یعنی گذشت فراموش کرد. وقتی که موضوع خودشناسی رو مطرح میکنی برشان یک چیز بسیار نو است که حتی حدیث خودشناسی رو بسیاری علما نمیپذیرن، میگه که از احادیث جعلی است، در حالی که یکقدر ارزش داره که با هر آیت خودشناسی در قرآن عظیم شان یا حدیث شریف سر میخوره که من عرف نفس قد عرف رب، کسی که خود را شناخت خدا را شناخت. وقتی که انسان خود نشناسته خدا را چطور میشناسه؟ از خودی مرد مسلمان درگذشت، ای خدر دسته که آب از سر گذشت. برای اقبال شد دیگه چاره نمونده،
دست دراز میکنه و طرف حضرت خضر علیه السلام میگه بیاد اگر تو دست ما را از این هلاکت بگیری ما کشتی ما مسلمان را از اینجا نجات بده. آن شکوه ربیع الاعلا کجاست؟ یعنی او مسلمانی که ربیع الاعلا میگفت زمین زمان در لرزه میمد با ربیع الاعلا. او شکوه ربیع الاعلا کجاست؟ این گناه اوست یا تقصیر ماست؟ هر کسی بر جاده خودتون رو به اصطلاح عوام بگویم مسلمان ها هر کلاو بر خیال هستند. دو نفر دو برادر در یک فامیل دو نوع اندیشه سیاسی و دینی دارند. پس اینا چگونه با هم جور بیاین؟ یگانه راهی که هست باید توحید را دوباره در جامعه مستحکم سازیم. هر کسی بر جاده خود تندرا و ناقه ما به زمام و هرز دو. ناقه شطور هم میگه. شطور که قطار میشه یا کاروان تشکیل میده. یه کاروان به زمام هست. یعنی جلو هدایت رهبریش کسی نگرفته. خلاصه تمام جامعه اسلامی مثل کاروان شطور به زمام و به امام مانده. و هرز دو یعنی هر طرف براگنده شدن رفته میره. ما شما امروز تلویزیون رو میبینیم پر از زیر. حالت مسلمان ها که چه حالت داریم ما مسلمان ها؟ در حالی که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، قرآن در خانه و کتاب هدایت هست، وجود است، وجود داره در خانه های تمام ما، ولی ما گاهی از ای بگانه، گاهی از او بگانه، گاهی از ای نامسلمان، گاهی از او نامسلمان هدایت میتر بگیم که ما را هدایت کنیم، ما چگونه ملت خود را نجات بدیم. از امو کسی که در داخل خود کشورش فتنه را ایجاد کرده، بدبختی ایجاد کرد، جنگ تروریسم ایجاد کرد، از اون کمک میخواد که تو مرا کمک کن. صاحب قرآن رو به ذوق طلب، صاحب قرآن است، خود مسلمان میگیره، اما ذوق طلب نداره که از قرآن تمام دساتیر الهی را به خاطر نظم بخشیدن زندگی خود بگیره. العجب سم العجب سم العجب. اقبال صاحب بسیار تعجب میکنه، میگه جای تعجب است که صاحب قرآن است، خودش آب در کوزه داره، اما از امسایه خود چیز میکنه، تقاضا میکنه. گر خدا سازد تو را صاحب نظر. این حالت هاییست که در وقت گفته بود که اگر مسلمان صاحب نظر باشه روزگاری را که میاید نگر. توی روزگاری که آمده میده این بنگر. خود فیضانی صاحب هم پیشگویی کرده بود که در این آثارش در کتابش اکثریتش نوشته است که 50 سال پیش مثلا گفته بود امروز مهر به چشم سر میبینیم. عقل ها بیباک دل ها بیگداز. عقل بیباک است. در حالی که عقل وسیله است برای انسان که حسن و خوب اعمالش زشتیهایش نشان میده مثل یک آینه است و دل در دل سوز عشق الهی وجود نداره، محبت خدا اندر وجود نداره. چشما به شرم غرق در مجاز. چشما اینقدر غرق در مجاز است در دنیا و مافیای دنیا و در هوس ها و در آرزوهای نفسانی که گفته نمیشه. علم و فن، دین و سیاست، عقل و دل، زوج زوج اندر تواف آب و گل. از مکتب گرفته، از کودکستان گرفته، مکتب ابتدایی، متوسطه، لیسه عالی، یونیورسیتی ها، دانشگاه ها، همش اینجا تعلیم میاموزن. فن انواع هنر رو میگه، دین و سیاست و عقل و دل، تمام از این زوج زوج در تواف آب و گل هستن. این بتپرستی و ماتریالیسم برای بشریت یاد میتن در مکاتب. توحید کاملا کشیده شده از اندیشه های مسلمان از نصاب تعلیمی و تربیتی. آسیا آن مرزبوم آفتاب، غیربین از خیشتن اندر حجاب. آسیا او مرزبومی که خورشید سعادت یعنی آیین مبارک اسلام از اینجا ظهور کرد. غیربین از خیشتن اندر حجاب. غیر میبینه، بیگانه را میبینه، خود را نمیبینه، از خود در حجاب، از خود نشناخته، از خود بیگانه شده. قلب او به واردات نوگانه. وقتی که انسان خود را نشناسه واردات نوگانه چگونه الهام شده در قلب انسان؟ این قلب باید صفایت پیدا کنه. این ریسیور قلب یا کمپیوتر قلب اقدر صفایت پیدا کنه که بتونه امواج ملکی یا الهامات الهی را جذب کنه. قلب او به واردات نوگانه حاصلش را کس نگیرد باد جان. مسلمان چی فراورده داره؟ چی پیامد داره از اندیشه خود، از فکر خود، از برای آوردن یک انقلاب در جامعه بشری؟ این کس بر دو جان نمیخوره اندیشه شد. سید ملایان و نخچیر و ملوک. این مسلمانان بیچاره سید ملایان و صوفیا و شکار سلاطین و پادشاه ها شدن. آهوی اندیشه و لنگ و لوک. آهوی اندیشه یعنی فکرش یا اندیشه مسلمان چی است؟ شل شد شده.
عقل دین دانش ناموس ننگ بسته فتراک لردان فرنگ. عقل مسلمان دینش دانشش هر چیزش از طریق لردان فرنگ، منظورش از غربی هاست. بسته فتراک یعنی فتراک همون تصمیر در پشت زین هست میبندن، یعنی در دست خارجی هست، در دست مغربی هاست. تاختم بر عالم افکار او، بربریدم پرده اسرار او. اقبال صد بر افکار اندیشه های غرب تافت و پرده هایش درید و از اندرونش چیزهایی را درک کرد که در یک شعر خود میگه که من درون شیشه های عصر حاضر دیدم آنچنان زهری که از وای مارها در پیچتا. یعنی در این تمدن غرب، در این فرهنگی که بسیار زرق و برق متعالی داره، بسیار عالی است، در اندرون ازی زهرهای است که حتی مارها در پیچتا می باشد. در بیان سینه دلخون کردم تا جهانش را دگرگون کردم. این چیزها را اقبال صاحب با یک خون دل، با خون دل خوردن کسب کرده. من به طبع عصر خود گفتم دو حرف، کردم بحرین را اندر دو حرف. یک دو حرفی که ما گفتیم ایره به طبع عصر جدید، یعنی به اساس یک نوع تجددگرایی این حرف خود را گفتیم. حرف پیچا پیچ و حرف نیشدار تا کنم عقل و دل مردان شکار. حرف های ما پیچا پیچ و نیشدار است، بر بعضی ها چنان برخورد میکنه که او آدم از زندشه اقبال مثلا اوگار میشه. تا کنم این دو حرف را که ما گفتیم رزی گفتیم که تا عقل و دل مردان را شکار کنم. حرف تهداری به انداز فرنگ، یک حرفی که اساسش بنیادش به انداز فرنگ است، یعنی تجددگرایی است، مدرنیته است. به می شکل اقبال صاحب خودش یک متفکر متجدد است. ناله مستانه ی استار چنگ، عین مثل جهان غرب که افکار نوین را ایجاد کردن یا عده یسر مدرنیته از دوران رنسانس به این طرف، اقبال هم اینطور یک تفکری را ایجاد کرد. و اصل او حرفی که عقل انسان شکار میکنه از تفکر است. میگه اصل این از ذکر و اصل آن از فکر. وقتی که دل را شکار میکنه توسط ذکر شکار میکنه، اما وقتی که عقل را شکار میکنه توسط فکر. ای تو بادا وارث این فکر و ذکر. خدا نصیب مسلمانان کنه این ذکر و فکر تا خدا بشناسن، خدا را بشناسن و خود را نجات بدن. آب جویم از دو بحر اصل من است، فصل من فصل است و وصل من است. من مثل یک آب جوی هستم که از این دو بحر ذکر و فکر تمام اندیشه های من آب میخوره. تا مزاج عصر من دیگر فتاد، طب من هنگامه دیگر را. وقتی که مزاج عصر تغییر کرد، یعنی از حالت دنیای کهنه، دنیای قدیم برآمد، نوع دنیای جدید ایجاد کردن، طب من هم، طبیعت من یا فطرت من یک نوع اندیشه های جدید را ایجاد کرد. این بود یک بخشی از پیام حضرت اقبال در مورد سخنی به نژاد نو که تا جایی تونستم اونها نسبت زیقی وقت متوقفش نشد خدمت شما برز برسونیم. انشاءالله در مطالب آینده خدمت شما برز برسونیم. حالا یک وقفه میگیریم، برمیگردیم خدمتتون. باشین با ما. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کله چه انسان له بهش سخد از مکه خاورین کره تر آواره و سرگردان شو، نو له ګڼ شمېر مادي، معنوي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي او داسې نورو اړتیاو سره مخامخ شو و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. لنیک مرغ ده هاگو طول و چیرن و پلرتن و دلاستراولن و مجموعه ده اسرار معرفت در زخناک اخپروانه پو منظم و دیویدیگانو که د پیژندل شوی لوړ متفکر او تکړه مبلغ استاد معتصم بالله مذهبي په عارفانه او له شور و زوږ نه ډکو ویناو او خبرو کې له پیل نه تر پایه پورې ترتیب
او زای پزای شوی بود. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می خواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر می خواهیم جواهر گم شده ی گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفید شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره‌مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847-305-2806، در کانادا 416-305-4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700-260-833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل ترین قیمت ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارنگ شوید. اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. با سلام مجدد خدمت همتنان عزیز و گرامی، امیدوارستم خسته نشده باشین. بخش دوم خود را از یک مطلب است، دو مطلب است البته، از کتاب شش جام به تقوی ایمان نوشته مرحوم علامه فیضانی است. همی که چیزهایی که اقبال حضرت اقبال مشکلات بشریت یا مشکلات جامعه اسلامی را تشخیص داد، حال حضرت علامه فیضانی راه رستگاری یا راه علاج را برای ما نشان میتن. در کتاب انسان و فلسفه امتحان یک عنوان دارن برای درک راه فلا، یعنی ما چگونه راه رستگاری را درک کنیم. در این بخش حضرت فیضانی صاحب چنانچه قبلا دوستای ما در رابطه با مسائل خودشناسی یا او جواهری که موجود است در درون ما، مثل روح است، فرشته است، شیطان است، قلب است و مغز است، خلاصه اینا از نظر ما مفقود است، ما تا بالا نشناختیم. این ذوات شریف میاین و همه جواهر اندرونی ما را بر ما میشناسانن که ما هویت اصلی خود را بشناسیم که ما کی هستیم. در جسم فیزیکی ما خو همی آدم من دکتر امین نیستم، او دندرون ما است. همی که سخنرانی میکنیم در حقیقت جسم ما به مساوی یک پوشش، به مساوی یک مظهر علوم و کمالات جواهر اندرونی ما عمل میکنه و مفاهیمی را که از اندرون خود ما میکشم این توسط همی جسم ظاهر ما بیان میشه. فرهاز یک وسیله است. اصل جواهر وجودی انسان دندرونش است، او را باید ما مطالعه کنیم. و در اینجا حضرت علامه فیضانی از این بخش آغاز میکنه که درک رای فلا، در درک رای فلا میفرمه که شما دو رهزن قوی مثل نفس شیطان را شناختین که شیطان همکار نفس است در انسان، یعنی نفس هر قدر قوی باشه به اون پیمانه وسواس شیطانی را جذب میکنه. روزی ماه مبارک که فرض شده، به این منظور فرض شده که این جوهر نفس را تضعیف کنه تا وسواس شیطان قطع شود و انسان به اصلاح خود بپردازد. به این دلیل است که ماه مبارک رمضان را به نام اصلاح خودی یا سلف دیسپلین یا تربیت خودی تعریف کردن. و در پالوی نفس شیطان دو جوهر دیگه است که روح و ملک است. و ملک یا فرشته در درون هر انسان دونه وجود داره. یه حدیث شریف است پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده و ملک یا فرشته همکار روح است. هر قدر روح قوی میباشه به اون پیمانه الهامات ملکی را جلب میکنه و انسان راه سعادت خود بهتر و آسان‌تر پیدا کرده میتونه. حضرت فیضانی میگه با وجود نفس و شیطان و روح و ملک و همچنان بطری ایمان، خود ایمان به صفت یک بطری تشبیه میکنه و عقل مکتشف که یعنی عقلی که اسرار طبیعت را کشف میکنه،
و غیر از صفات ذاتی انسان، صفات فطری انسان که در اندرون انسان هست، چطور امکان داره که انسان هدایت شده یا خود را از این بنبست های مشکلاتی که خود انسان برای خود ایجاد کرده نجات بده و همچنان از عذاب ابدی؟ در ماده اول این درک رای فلا می فرماید که از برکت عطیه موهوبی خدا جل شانه عقل، نیروی عقل که در این آیت ذکر شده و علم آدم اسماء کلها، یعنی ما برای آدم اسماء یا اسرار اشیاء را آموختیم، یعنی از برکت عقل است که ما همه چیز را تشخیص میدیم. انسان میگه توانست که از برکت عقل دشمنان مرئی یعنی قابل دید خود را visible enemies مثل مار، گژدم، قندل، پلنگ، شیر، انواع حیوانات درنده و گزنده و خزنده را یا نابودشان کرده یا در طرف نابودی قرار داده و یا مهارشان کرده از برکت همی عقل. ولی میگه که متاسفانه از دست انسان‌های همجنس خود هم نوع خود روز آرام را ندیده و حتی از خویشاوندان خود. ما شما چقدر با خویشاوندان ما با ما یا ما با خویشاوندان خود پرابلم داریم؟ جور نمیم، دو برادر در خانه جور نمیم. یکی از کل این مشکلات است که انسان نه معرفت خدا را کسب کرده و نه معرفت انسان را. و پیشنهاد خود حضرت فیضانی به صفت یک متفکر، یک اندیشمند و یک انسانشناس و یک مسلح ای است که در ماده دوم می فرماید که انسان ها وقت موفق میشن که در روی زمین، در سر تا سر کره زمین با صلح و سلام زندگی کنن که درس خانه ها، درس خانه یعنی منظورش از مکاتب را ایجاد کنن که در او پروگرام های تعلیمی و تربیتی خودشناسی یعنی تحلیل تجزیه بدن انسان از نظر معنوی، از نظر آناتومی خود کاملا تجزیه شده، حجرات شناخته شده، انواع حجرات از وجود ما، انواع استخوان ها، انواع انساج و انواع اعضا، هر کدومش داره یک نسج مختلف است، ما با او کار نداریم فعلا. ولی پروگرام های درسی که بتونه که امی اتم وجود انسان را، یعنی اتم به معنی ازی که تمام وجود انسان را شما یک اتم فکر کنید و در داخل ازی که الکترون است، نیوترون است، پروتون است، به میتره در داخل وجود انسان قلب است، مغز است، نفس است، شیطان است، روح است، فرشته است، اراده است، این چیزها این جواهر هست که باید اینا رو ما بشناسیم، یعنی پروگرام های تعلیمی و تربیتی داشته باشیم که در برگیرنده همین گونه برنامه ها یا تعلیمات باشه و همچنان این هم تشخیص بدیم که انواع وساوس و یا حرص فاسد از کجا میاید و شخص سلیم و نارمل را غیر نارمل می سازه و بالاخره به جان همنوش به عوض درندگان و حیوانات می اندازه. خلاصه این پیشنهاد خود حضرت فیضانی صاحب است که در بحر بر ما چگونه می تونیم به صلح و سلام و سلامت زندگی کنیم. منظورش این است که ما دشمنای ظاهری خود شناختیم، همیشه مهار کردیم، در تحت کنترل خود آوردیم و می تونیم که به اقصای شرق و غرب بدون ترس، بدون حراس از این حیوانات سفر کنیم. اما دشمنان نامرئی یعنی غیر قابل دیدی که در درون ماست، او را ما هنوز تشخیص داده نتونستیم. فراغاز را بیاییم که این دشمنان را تشخیص بدیم. حضرت امام غزالی نظری داشت در کیمیای سعادت و همچنان احیاء العلوم غزالی که می فرماید که عمل انسان تابع یک تفکر است، تابع یک اندیشه است. می فرماید که عمل تابع حالت است، حالت اندرونی، حالت قلبی، و حالت تابع ایمان، ایمان تابع معرفت و معرفت تابع تفکر. پس تفکر کلید همان خیرات یا نیکوی هاست، یعنی ما از تفکر است. فرض مثال دوستان ما میانید در مورد چشم، گوش، بینی، مغز، قلب، اعصاب، روده، گرده، معده، استخوان‌ها، خون در ظاهر وجود ما جمال و کمال خدا جلشون رو بیان میکنه بر ما. در اینجا بر ما یک حالت حضوری دست میده، حضور خدا جلشون رو وجود ما را فرا میگیره و ما خود را در حضور خدا جلشون احساس میکنیم. میبینیم که خدا فعال لما یرید است، یعنی اکتیو است و آنچه که اراده کنه انجام میده.
یعنی زیر نظارت خداوند جلوشون تمام ذرات هستی در حرکت است که میگه برگ درخت بدون اراده خداوند شور نمیخوره. لذا وقتی که ما تفکر میکنیم دست تصرف و مدخلیت خداوند جلوشون در تمام نظام هستی در میابیم. وقتی که دریافتیم که بر ما معرفت دست بده، میشناسیم خدا را که نیم خدا کدام خداست، چطور ما غافل بودیم، الحمدلله رب العالمین میگیم، الله اکبر میگیم، کدام اکبر، کدام رب العالمین، عالمیان چی است یا عالمین چی است و در این عالمین چه نوع مخلوقاتی وجود داره، یعنی بلین ها، سنتیلون ها، تریلون ها نوع مخلوق وجود داره و هر کدام از این زندگی جداگانه با صفات ویژگی های جداگانه زندگی میکنه، همه سری کنترل نظارت خدا جلشون است، خلقشان، پرورششان، حیاتشان، زندگیشان، رزاقیتشان، یعنی رزقشان، همش به عهده خدا جلشون، مماتشان. و گفتم که عمل تابع حالت است که یک نوع حالت دندرون ایجاد شد که حالت شیطانی است یا حالت ملکی است، کدام حالت است؟ و این حالت تابع ایمان است. اگر ایمان ضعیف باشد طبیعی است که حالت شیطانی است، عمل انسان هم منفی است، عمل انسان هم ضررآمیز است. و اگر ایمان قوی است حالت انسان هم بهتر است و انسان تمایل به طرف نیکویی ها دارد. و ایمان تابع معرفت است. تا که ما معرفت نداشته باشیم ایمان ما، در ایمان ما شک و شبه وجود نداشته باشیم. بسیار کسایی بودن که مثلا در افغانستان یا در پاکستان شب و روز زحمت میکشیدن، قرآن میخوانن، ختم میکردن، خدا به صفت مسلمان جلو میدادن که ما شب یک دفعه پای ما تا می غرب برسه، کانادا، امریکا برسه، عبادت را میکردن. ولی اینجا که آمدن تمام علوم و عبادات طاعت اینا ازشون گرفته شد، رها کردن همه چیز را، رنگ این جامعه را بخواد پذیرفتن. ولی حاضر دلیلش چی بود؟ دلیلش چی بود که اینا معرفت نداشتن. و معرفت از کجا پیدا میشه؟ از قوی تفکر که ما در تمام ذرات هستیت و وجود خود که انفس و آفاق، یعنی به صورت سبجکتیو و ابجکتیو تفکر کنیم تا جمال و کمال خدا جلشون رو، دست تصرف خدا جلشون رو در تمام مخلوقات در کنیم. بعد از اون ما صاحب معرفت میشیم و این معرفت ایمان ما رو میسازه، ایمان ما حالت ما رو درست میسازه و حالت بر عمل ما اثر میگذاره. و از نظر قرآن عظیمشان اعمال غیر اخلاقی یا رذایل اخلاقی که به نام فقه الوه مرزون تعبیر شده و مغایر ارزش های انسانی است، این ناشی از بی‌معرفتی است. آن این مطلب را در بخش جامع اول تحت عنوان مدرسه ایمان و مرگ شیطان به شما شرح میکنیم و میریم تا جایی که امکان داره وقت یاری میکنه این مطلب را ادامه میدیم. عنوان است مدرسه ایمان و مرگ شیطان، یعنی شیطان بعد دیگه وسیله از بین نمیره، ما چگونه میتونیم که این از بین ببریم؟ حضرت فیضانی سو در عنوان میگه که مدرسه ایمان، ما شما مکاتب را ایجاد کنیم که در اون مکاتب تعلیمات در رابطه با ایمان باشه که مردم بشناسه که ایمان یعنی چی. در اون صورت است که شیطان از انسان فرار میکنه. وقتی که نیروی ایمان ضعیف باشه شیطان تسلط پیدا میکنه و انسان نیک، انسان خوب را دفعتاً بدکنش میسازه، بدکردار میسازه شد. تحت این عنوان از فیضانی میفرمه که اینجا است تا روشنی کامل اولاد بشر را عموماً، یعنی تمام اولاد بشر را مورد مخاطب قرار میده و مسلمین را خصوصاً به شکرانی احسن صورت که در آیت شریف آمده که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را بهترین صورت آفریده، یعنی صورت زیبای ما خودش یک نوع نعمت است. و مقام خلافت که جانشین خداست انسان، مقام کرامت، بزرگواری، درایت، یعنی عقل و خرد انسان و تصرف که همه چیز در تسخیر انسان است و بر انسان خلق شده، این همه را خدا میگه که ما تمام اولاد بشر را بخصوص مسلمان ها را یا مؤمنین را متوجه میسازیم و در مقابل از این حتی الواسه بکشیم که به اوامر الله منقاد باشیم و به خدمت خلق الله برای عدالت گستری و وحدت پروری و تعمیم آن کوشان باشیم. این را شکرانه علمی و عملی گویند.
از این نظر عمومی که بگذاریم به اساس آنچه خدای متعال فرموده لئن شکرتم لازیدن نکن ولئن کفرتم من عذاب لشدید. اگر شکر نعمتم را به جای بیاورید افزایش میبخشم نعمت را و اگر کفر نعمت را کفران نعمت کنید به درستی که عذاب حضرت ما شدید و سخت است. بشک زیادت نعمای ظاهری باطنی وقتی مؤثر میگردد که مبار خود را به موقف ناچیزی که اصلا و اولا بودیم دیده و از نعمایی که داده اند شکرانه نموده باشیم، چنانچه گفتند که قدر عافیت را وقتی دانی که مشکلات را یک یک برشموری. در اینجا حضرت فیضانی موضوع شکر و کفر مطرح کرد. شما آیت شریف که لئن شکرتم لازیدن نکن ولئن کفرتم، شکرتم و کفرتم، شکر کنید یا کفر بورزید، که سپاسگزاری خدا جل شانو در آیت فرموده که انا هدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا، ما راه را نشان دادیم برای شما، یا شکر میکنین یا ناسپاسی میکنین، کفر میورزین. سپاسگزاری و ناسپاسی دو مفهوم دینی است که در میان افراد جامعه بشری در رابطه با واکنش بشر در مقابل اعمال نیک یکدیگر به حیث ارزش‌های اخلاقی یا مثبت منفی وجود داشته. مثلا زمان یک شخص برای شما نیکی میکنه، ما شما را خود مدیون و مرهون احسان رو فکر میکنیم و همیشه سعی میکنیم که احترام شده داشته باشین و از او به نیکی یاد کنیم. از نظر دینی عین مفاهیم که بیان کردیم، یعنی سپاسگزاری و ناسپاسی، شکر و کفر، در رابطه با واکنش یعنی عکس العمل انسان در مقابل نعمت‌ها و احسان‌های خداوند متعال به کار برده شده که به زبان قرآن به شکر و کفر تعبیر میشه. اگرچه دانشمندان سکولار دنیا را به از زمان رنسانس بهتر از دنیا جدید و دنیا قدیم تقسیم کردن، که در دنیای قدیم خدا حاکم بود و قوانین خدا حاکم بود، در دنیای جدید آن عصر جدید است، عصر مدرنیته است، جای برای خدا و دین و مفاهیم دینی اینا وجود نداره. فلحاظ دین را از جامعه کشیدن. آن عصر ساینس است، تکنولوژی، سیاست است، اقتصاد است و بزنس است و خلاصه تکنولوژی است و کامپیوتر است، جای برای دین و مفاهیم دینی اینا وجود نداره. یعنی یک بزرگترین اشتباه بشر است که چیز را از جامعه خود بیرون ساخته، از دل انسان بیرون ساخته که میتونست انسان را به کرسی انسانیت بنشانه و نه به صفت یک حیوان، حیوان درنده که با انداختن یک بند میلیون ها انسان به تباهی بکشانه. و اینا مدعی از این هستن که این تکنولوژی و ساینس اقتصاد و پیشرفت اینا تمدن کلش از جهان غرب است و مسلمان ها هم فرفته جهان غرب شدن، در حالی که مستشرقین غرب خودشان بیان کردن. شما در کتاب ها میتونیم که مطالعه کنیم و در یوتیوب سرچ کنیم که اساس یا بنیاد همین ساینس جدید را یا همین تکنولوژی و صنعت اینا را مسلمان ها گذاشتن، که حضرت علامه اقبال ایره در شعر خود گفته که حکمت اشیا فرنگیزات نیست، اصل او جز لذت ایجاد نیست. یعنی این علوم ساینس تکنولوژی چیزها را اینا ایجاد نکردن، مسلمان ها ایجاد کردن. در طول 700-800 سال اول اسلام مسلمان ها مثال به صورت برقاس ها پیشرفت کردن. نیک اگر بینی مسلمان زاده است، این گوهر از دست ما افتاده است. این ساینس تکنولوژی اصلا بنیادش پدران ما گذاشته. چون عرب اندر اروپا پرگشاد، علم و حکمت را بنا دیگر نهاد. وقتی که عرب در جهان غرب تصرف پیدا کرد، کاملا از نظر علمی این سرزمین را منقلب ساخت، یک بنای دیگه نهاد. دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. دانه را دهقان مسلمان کاشت، دانه ساینس تکنولوژی علم علوم را، حاصلش افرنگیان برداشتند. این از علت ضعف و غفلت مسلمین بوده. امپری از شیشه اسلاف ماست، باز سعیش کن که او از قاف ماست، لیکن از تهذیب لا دینی گریز، زان که او با اهل حق دارد ستیز. علم بگیر از جهان غرب، علم را بگیر، مگر تهذیبش یا فرهنگش نگیر. چرا این تهذیب را ایجاد کرده که این تهذیب لادینی است و با اهل حق سر ستیز داره، با او منعمه که تمام نعما از ناهی از او است که اگر یک اکسیژن روی زمین را بر 15 دقیقه قطع کنه تمام موجودات از بین رفته من جمله انسان. این کس فکر کرده در موردش؟ فکر نمی کنن، یعنی این رابطه تفکر نکردن در نعمت ها که انسان قدر بغاوت میکنه و سرکشی کرده. و
خود حضرت الماس فیضانی در این عصر سعی دارد که معارف دینی را موازی به مقتضیات این عصر جدید مطرح کنه، یعنی برای بشر بفهمانه که خدای دنیای قدیم خدای دنیای جدید هم است. خدای عوض نشده، تنها انسان عوض شده، دیدگاه انسان، جهان بینی انسان عوض شده، خودشناسیش، خودشناسیش عوض شده. انسان به چیزهای مصروف است که از شناخت خود بیگانه شده. وقتی که از خود شناخت خود بیگانه میشه، انسان خدا را هم نمیشناسه. و اگر بشناسه، یک شناخت تقلیدی داره که آبا و اجدادش بر زو این را گفته. و در اون بخش که حضرت فیضانی صاحب موضوع شکر و کفر مطرح میکنه، در تحت عنوان مدرسه ایمان و مرگ شیطان، در اینجا چندین اشاره به چندین آیت میکنه که اکثر مفسرین متوجه نشده، متوجه او نقطه که خلاصه تمام نعمتهایی را که از جانب خدا انجامشون ما در زندگی ما بر ما دست میده، حتی صحت، صحتمندی، تندرستی که انسان میداشته باشه، این را باید از جالب خدا انجلشون رو بدانه. و در این بخش در تحت عنوان مدرسه ایمان مرگ شیطان بیان میکنه، منظور از شکر کفر ای است که شکر تصور نعمت و آشکار کردن و اظهار کردن و قدر اون رو دانستن. یعنی اگر میگم از موسی علیه السلام خدا انجلشون رو گفت که ای موسی، که بر موسی وحی کرد که حق شکر مرا به جا آوردی. موسی علیه السلام گفت که خدا چه کسی قادر است که شکر نعمت را به جای بیاره؟ خدا فرمود چون نعمت از ناحیه من دانستی یا از ناحیه من دیدی، مرا شکر کرده ای. یعنی انسان به مجرد کم یک نعمت برش میرسه، دفتن ای را در ذهن خود یا در قلب خود فکر کنه که ای از ناحیه خداست، ای را خداوند بر من داده، در حقیقت شکرش انجام داده. یعنی خداوند ای را چقدر آسان ساخته که تو این نعمت را از ناحیه من بدانی، این همی شکر است، این تعریف شکر است. و کفر مفهوم است که از حقیقت تو چشم پوشی کنی. اینمی یک حقیقت است که حیات ما، زندگی ما، تمام وجود ما، ساختمان وجود ما، روح ما، عقل ما، دانش ما، اراده ما، همش از ناحیه خداوند است. خداوند این نعمت‌ها رو بر ما داده و ما رو آزاد گذاشته که چی میکنیم در این روی کره زمین. آیا خدا رو میشناسیم یا غرق میشیم در ماده و مادیات یا ماده پرستی؟ فلهذا شناخت خود انسان یک ارتباط بسیار تنگ با شناخت خدا انجلشون داره. لحاظا همیشه ما سعی ما بری بوده در این برنامه که انسان خود را بشناسد، و خصوص اندیشه های خودشناسی حضرت علامه فیضانی که در این رابطه بسیار مؤثر و مثمر است. من فهم دوستا و همتنهای گرامی خود تقاضا میکنم که اونا به وبسایت فیضانی.com مراجعه کنن، که هم به انگلیسی است و هم به فارسی است، که اندیشه های فیضانی را مطالعه کنه و در زندگی عملی خود به منصه اجرا قرار بدن. فیضانی صاحب میفرماید که میگه ما در مطالب از این کتاب، یعنی این کتاب شرح جامع تقوی ایمان، توجه شما را به مطالب پیش پا افتاده جلب میکنیم که تا از یک طرف نعمت اعضای سلیم درک کنیم که به زیر کنترل ذات احدی و جل جلاله صورت میگیره و به طور فعال و تصادف نبوده که ماتریالیست های را میگن. چرا همین به طور فعال و تصادف یا ایولوشن یا تیوری تحول انواع یا تکامل تدریجی یک نوع دسپشن یا فریب یا مکر ابلیس است، به خاطر گمراهی بشر از صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط است که انسان به خدا وصل میکنه و انسان معرفت کسب میکنه. خلاصه این تفکری که ما در نعمای خدا انجلشون میکنیم، در اندرون ما یک نوع حجز، یک نوع ناتوانی احساس میکنه. جلو کبر و انانیت را میگیره که شیطان به خاطر ما کبر و انانیتش بود که رانده شد از بارگاه خدا انجلشون. این ایجاد حجز و ناتوانی باعث تسلیمی انسان در مقابل نعمت، در مقابل اوامر و احکام الهی میشه. یعنی انسان دیگه راه نمیده، شو میبینه خود یک موجود بسیار ضعیف، فکر میکنه که مرا زیگ نطفگر که بسیار مایکروسکوپیک آفرید و سر صورت بخشید و احسن تقویم، بالاخره مقام خلافت
مقام کرامت را بر من یاد کرد و در حیات تصرف یعنی عقل داد و ما توانستیم که بسیار چیزها را مهار کنم از طبیعت و طبیعت کاملا منقلب بسازم. یکقدر نعمت را بر انسان داده، تو را ساینتیست ساخته، بالاخره تو یک کسی هستی که از او منعم حقیقی انکار میکنی، از وجودش نه تنها که شکر نمیگذاری نعمتش را، بلکه کفر هم میورزی. نعمت ها را بر شما نگفتیم که نعمت ها به صورت عموم دو نوع است، که نعمت های مادی و نعمت های معنوی است. که نعمت های مادی تمام از اکسیژن گرفته تا خوراک باب، ترکاری، میوه‌جات و تمام چیزی که ماده است خلاصه. نعمت های معنوی مثلا روح حیات بخش است که بر ما داده و اون جوهر خودی ماست، جوهر وجودی ماست که ما باید رو بشناسیم. عقل است، اراده است و دانش است، دین اسلام است، نعمت علم است، نعمت صحت و غیره. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی امروز تکمیل کردم دین شما رو بر شما، این خودش یک نعمت است، یعنی تمام کردم نعمت خود رو بر شما. دیگر این مطالب بود که در رابطه با احساس شکر و کفر به صورت مختصر نسبت زیقی وقت خدمت شما همتنان بعض رسانیم. امیدوار هستیم که این صحبت ها را مسمر بوده باشه برای شما، و اگر در رابطه کلام پیشنهاد، نظر، انتقاد و اعتراض داشتین میتونین به نمبر مربوط زنگ بزنین، انشاءالله به جواب شما میپردازیم. یک جان تشکر، وقتتون خوش، به الله پاک میسپارم. خداحافظ.